سلام، مجموعه اساسین اسکرید با 23 بازی و فروش بیشتر از 150 میلیون نسخه تا امروز در عرض 13 سال تبدیل به بزرگترین سری بازی یوبیسافت شد. پس تعجبی نداره که نهایتاً هر دو سال یه بار بازی اصلی جدید مجموعه اساسین اسکرید عرضه میشه و تقریباً همیشه هم خیلی خوب میفروشه. حالا به نظر میرسه که یوبیسافت با والهالا مسیر دو بازی قبلی مجموعه، یعنی اوریجینز و آدیسی رو ادامه داده و عناصر نقش آفرین بازی رو بیشتر کرده. همراه زومجی باشین تا کلن بگم که بر اساس اطلاعات رسمی قرار تو بازی اساسینز کرید والهالا حمله به انگلستان چه حس و حالی داشته باشه. فقط قبل از اینکه بریم سراغ اساسینز کرید، اگه این ویدیو رو دارین روی یوتیوب زومجی نگاه میکنین، لطفا اون دکمه سابسکرایب رو بزنین و اون زنگوله رو برای اطلاع ویدیوهای بعدی فعال کنین. لایک هم یادتون نره. داستان اساسینز کرید والهالا از سه بخش تشکیل میشه: داستان شخصی ایوور یعنی قهرمان بازی، ماجرای تلاش مردم همراه شده با اون برای زنده موندن و قصه جنگ اساسین ها با تمپلار ها. البته تو دوره زمانی اتفاقات بازی والهالا اساسین ها و تمپلار ها به ترتیب با نام های The Hidden Ones و The Order of the Ancients شناخته میشن. راستی سازنده ها قول دادن که این سه خط داستانی کاملا جدا از هم نباشن و برخی مواقع به شکل جالبی تو هم پیچ بخورن تا بازی یه داستان کاملا خطی نداشته باشه و اتفاقات غیر منتظره زیادی رو جلومون بذاره. این وسط شاید براتون جالب باشه که ایور به انتخاب بازیکن میتونه مرد یا زن بشه و حتی هر بخشی از بازی که بخواین امکان سویچ کردن بین نسخه های مذکر و مؤنث اون وجود داره، هرچند این تغییر هیچ وقت تأثیری روی داستان نمیذاره. از اون طرف شخصیت لیلا حسن هم در دوران مدرن مجدداً توسط بازیکن کنترل میشه. داستان لیلا حسن با بازی اساسینز کرید اوریجینز شروع شد و حالا تو والهالا به پایان میرسه. فقط امیدواریم بخش مدرن والهالا حداقل بهتر از دو بازی اخیر مجموعه باشه. از اونجایی که خیلی ها به مدت زمان بیش از حد طولانی و سیستم لوت خسته کننده آدیسی اعتراض داشتن، یوبیسافت گفته تو والهالا بیشتر از کمیت به کیفیت توجه میکنه. در نتیجه مراحل بازی، ابعاد نقشه اون و حتی تعداد آیتم های قابل جمع‌آوری اینجا کمتر از آدیسی هستن. تازه بازی دیگه کلی مرحله فرعی رو هم جلوتون نمیذاره و همه مراحل رو در گروه مراحل اصلی و اتفاقات گوناگونی که تو نقاط مختلف نقشه میفته تقسیم کرده. همیشه شما برای رفتن سراغ مراحل اصلی وارد پایگاهتون میشین، با افراد مهم قبیلتون مشورت میکنین و به سمت نقطه خاص تو نقشه میرین، ولی مراحل فرعی به مراتب کوتاه‌تر و ساده‌تر هستن و اونها رو صرفاً با اسکن نقاط مختلف نقشه میبینین. این مراحل فرعی هیچ وقت فهرست یا منوی ندارن و صرفا در لحظه انجام میشن. اکثر اونها هم نهایت بین 4 تا 15 دقیقه طول میکشن و هیچ کاتسینی رو نشونتون نمیدن. در نتیجه اونهایی که از محتوای بیش از اندازه آدیسی خسته شده بودن تو والهالا کمتر اذیت میشن. اما اگه میپرسین اصلا چرا در چنین شرایطی بازیکن میخواد که مراحل فرعی رو هم تجربه کنه، باید بدونین که یوبیسافت جوابهای زیادی برای این سوال داره. اول اینکه مراحل فرعی برعکس مراحل اصلی که واقع گرایانه طولانی و جدی هستن، قراره بیشتر فانتزی و کوتاه و حتی بعضا خنددار باشن. پس گاهی سر زدن به اونها سرگرمی خودش رو داره و تعادل خوبی رو تو گیم پلی برقرار میکنه. تازه اگه به دنبال آیتم های خفن‌تر مثل شمشیر اکسکالیبر باشین، هیچ راهی بجز شناخت نقاط مختلف نقشه و انجام این مراحل فرعی نداره. اساسینز کرید والهالا سیستم شخصی سازی آشنایی داره که عملاً وابسته به همین مراحل فرعیه. شما همیشه با منابعی که به دست میارین میتونین محل اصلی حضور قبیلتون رو پر از امکانات بیشتر کنین تا مثلا بتونین راحت تر به آپگرید سلاح و کشتی بپردازین یا حتی رابطه صمیمانه تری با اساسین ها برقرار کنین. اصلی ترین راه پیدا کردن این منابع هم رفتن به سراغ مراحل فرعیه که ظاهرا تنوع خوبی دارن و وقت خیلی زیادی هم از گیمر نمیگیرن. راستی علاوه بر توانایی هایی که خود به خود با امتیازاتون تو درخت مهارت های بازی به دست میارین، بعضی از تکنیک های خاص رو فقط با پیدا کردن نوشته های قدیمی یاد میگیرین. پس خلاصه اگه دنبال جذابتر و بهتر کردن گیم پلی والهالا برای خودتونین، حتما باید سراغ مراحل فرعی برین.
مخفی کاری، کشتی سواری، مبارزات تن به تن نسبتاً سخت، حمله جمعی به پایگاه‌های دشمن و تقریباً همه مواردی که تو گیم پلی تو اساسین اسکرید اخیر دیدین اینجا هم پیدا میشن. با این تفاوت که حالا المان‌های مخفی کاری آشنای مجموعه مثل گم شدن بین جمعیت، پوشیدن لباس اساسین‌ها و استفاده کردن از هیدن بلید هم جدی‌تر از قبل برگشتن. ولی خب اون بازیکنایی که خیلی وقت میگن چرا یوبیساب هنوز اسم این بازی‌ها رو اساسینز کرید میذاره، قرار نیست شدیداً جذب والهالا بشن، چون این بازی در اصل مثل اوریجینز و آدیسیه و باید قبول کنیم که شباهت زیادی به اساسینز کرید‌های قدیمی نداره. راستی اونهایی که دوست دارن کنترل زیادی روی مدل مبارزه شخصیتشون داشته باشن شانس خوبی برای لذت بردن از گیم پلی والهالا دارن، چون تو بازی میتونید سراغ استفاده از یک سلاح بزرگ، دو سلاح به صورت همزمان یا یک شمشیر و یک سپر برین. شما همیشه با اسلحه‌ای که انتخاب میکنین روی حسال مبارزتون تأثیر میذارین. با توجه به تریلر جدید بازی و مقایسه اون با ویدیوهای طولانی تر، اگه میخواین والهالا رو با گرافیکی چشم نوازتر از قسمت‌های قبلی بازی کنین، باید سراغ نسخه نسل نهم برین. چون بازی روی ایکس باکس وان و پلی استیشن 4 مثل آدیسی به نظر میاد و صرفاً تو اون با انیمیشن‌های متنوع‌تری روبرو میشین. در حالی که اگه بازی رو روی پلی استیشن 5 و ایکس باکس سری ایکس تجربه کنین، هم خوشگل‌تره و هم لودینگ‌های بسیار کوتاه‌تری داره. یوبیساف ادعا میکنه که بازی اساسینز کرید والهالا گرفتار کلیشه های داستان های وایکینگ ها نشده و احساسات و باورهای اونها رو هم نشون میده. اینجا وایکینگ ها صرفا چند جنگجو عصبانی و خشن نیستن. اونها به خانوادهشون اهمیت میدن و در اصل برای گشت و گذار تو دنیا و پیدا کردن خونه وارد مناطق مختلف میشن. برای همین تو بازی لوکیشن های متفاوتی رو میبینین، از نروژ تا انگلستان گرفته و حتی در برخی مواقع خاص سرزمین خدایان یعنی آزگارد. والهالا میخواد شما رو تو مناطق مختلف گم بشین و داستانهای مردم متفاوت رو بشنوین. برای همین همیشه در حال رفتن به مکانهای جدید، دیدن آدمهای تازه و انجام کارهای متنوع هستین تا تعداد اشخاص متحد شده با خودتون رو افزایش بدین. اما سوال اینه، آیا همه اینها یعنی قرار والهالا تبدیل به یه بازی سرگرم کننده و خوب بشه؟ هیچی مشخص نیست و در نهایت فقط تجربه خود بازی کیفیتش رو بهمون نشون میده. بازی Assassin's Creed Valhalla 20 آبان منتشر میشه و سازندگانش میگن قرار بازیکن‌های علاقه‌مند به وایکینگ‌ها و افسانه‌های نورس رو حسابی سرگرم کنه. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.